شادی صدر از برگزار کننده های این دادگاه اینجا همراه من هست که با ایشون گفتگو میکنم. خانم صدر، امروز شما شهادت دادید در دادگاه و مسائل رو مطرح کردید. عمده ی آنچه که مطرح کردید رو اگر بتونید بگید که چه بودند و آیا واکنش هایی هم به اون شده بود؟ به انگار من جاهایی دیدم که برخی مسائل مطرح شده بود، چه واکنشی دارید به اونها؟ خیلی ممنونم. بله، همونطور که گفتین من امروز اولین شاهد بودم که نتایج تحقیقمون رو درباره بررسی بیش از 2000 ویدیویی که از اعتراضات و سرکوب اعتراضات آبان 98 هست ارائه دادم و به خصوص روی ویدیوهایی که مربوط به شلیک به معترضان و کشتن اونهاست در واقع این نتایج رو ارائه دادم و همینطور یک نگاه کلی داشتم به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران و اینکه دستور شلیک به معترضان چگونه از بالاترین مقامات جمهوری اسلامی، از رهبر جمهوری اسلامی به پایین، رئیس جمهور و بعد وزیر کشور، شوراهای تامین در استانها صادر شده و به نیروهای انتظامی و نظامی ابلاغ شده و اونها اجرا کردن. در خصوص واکنش ها فقط یه نکته رو فکر میکنم باید بگم، چون متاسفانه چون سخنرانی من به زبان انگلیسی بود و مترجم متاسفانه کلمه اعتراض یا پروتست رو توی صحبت های من یک جاهای به عنوان اختشاش ترجمه کرده که این اشتباه کامل مترجم بوده، به دلیل اینکه این ادبیاتی نیست که من استفاده بکنم، این ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی هستش و ما از آبان به عنوان جنایت یاد میکنیم، بنابراین و اعتراضات مسالمت آمیز و اعتراضات به حق مردم برای حقوق بشرشون رو هیچ وقت هیچ کدوم از ما که فعال حقوق بشر هستیم نمیتونیم اختشاش بنامیم. اما من میخواستم اگه فرصت داشته باشم یکی دو نکته در مورد اینکه چون اینم باز از سوال شد که قضات دادگاه سوالایی که میکنن خیلی به نظر میرسه که سختگیرانه است یا به نظر میرسه که خیلی راجب جزئیاتی سوال میکنن که شاید برای مخاطب عادی عجیب باشه که چرا، ولی برای من توضیحش آسونه، به دلیل اینکه سوالی که روبروی این قضات قرار گرفته، یعنی اگه بخوایم از زاویه حقوق بین الملل کیفری توضیح بدیم، اینه که آیا این 133 مقام جمهوری اسلامی که در سرکوب اعتراضات آبان شرکت داشتند، در کشتار مردم و همینطور در زندانی کردن، ناپدید کردن و غیره، آیا اینها مرتکب جنایت علیه بشریت شدند یا خیر؟ و این سوال رو این قضات مثل همه در واقع روندهای حقوقی که قانون برش حاکمه باید بر طبق قوانین بین‌المللی جواب بدن. برای جواب دادن به چنین سوالی و برای اینکه بتونی بگی این اتهام آیا واقعیه، باید ثابت کنی که عناصر جرم وجود داره، یعنی اینکه اون چیزی که برای قضات مهمه و من در سوالاشون از خودم و از بقیه شاهدا میبینم اینه که قصد مجرمانه رو باید بتونن ثابت کنن، یعنی باید بتونن ثابت کنن تک تک مقاماتی که در واقع بیانیه اولیه هیئت دادستانی متهم شدن به جنایت بشریت، قصد کشتن مردم، زخمی کردن اونها، ناپدید کردن و زندانی کردن اونها رو داشتن و در این جنایت نقش داشتن. نکته دوم اینه که جنایت علیه بشریت برای اینکه اثبات بشه طبق قوانین بین‌المللی باید ثابت بشه که یا اوستاده بوده و یا نظاممند بوده، بنابراین باید متوجه بشن که چگونه در ساختار سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به طور نظاممند و ساختارمند این دستور شلیک به معترضان صادر شده و از بالا به پایین ابلاغ شده. بنابراین من فکر میکنم که این دادگاه از این جهت میتونه بسیار آموزنده باشه که به ما نشون میده که بسیاری از حقایقی رو که ما به عنوان ایرانی، به عنوان کسانی که خودشون یا قربانی در واقع نقض حقوق بشر بودن یا شاهد اون بودن و اونها رو مستند کردن، برای ما بدیهیه. برای گروهی از حقوقدانان بین المللی که از کشورهای مختلف میان بدیهی نیست و ما باید بتونیم بر این چالش فائق بیایم که بتونیم به اونا ثابت کنیم که حقایق جنایت آبان چی بوده تا اونا بتونن بر اساسش حکم متناسب صادر کنن. خانم صدر، یک سوالاتی از ما هم میپرسن روی شبکه‌های اجتماعی، به ویژه راجع به شاهدانی که حضور پیدا میکنن و صورت‌هاشون پوشیده هست و بسیاری نگرانی مطرح میکنن که آیا اینها ممکنه که شناسایی بشن یا نه. آیا تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شده؟ توضیح بدید که این نگرانی‌ها هم برطرف بشه. ببینید، اولین نکته و مهمترین نکته اینه که تمامی کسانی که چه در این دادگاه شهادت میدن
شدن، چه در این دادگاه شهادت نمیدن اما شهادت هاشون عقد شده و به قضات ارائه شده، همه اینها داوطلبانه در این دادگاه حضور دارن. یعنی این اراده و اختیار خود اونها بوده که بیان و اون چیزی رو که دیدن بازگو بکنن و شاهد این داد باشن. نکته دوم اینه که با هر کدوم از شاهدها اعضای هیئت دادستانی جداگانه ساعت‌ها صحبت کردن که مطمئن بشن که به شکل این شاهد شهادت میده که اولا خودش میخواد، بنابراین شاهدها حق داشتن انتخاب کنن قطعا که با اسم خودشون یا بدون اسم خودشون، با چهره خودشون یا با ماسک و پوشوندن چهره خودشون باشن، با صدای خودشون باشن یا صداشون عوض بشه، و در این روند حتما ملاحظات امنیتی اونها در درجه اول اهمیت بوده. اما یه نکته ای هم نباید در نظر از نظر دور بداریم. در این حال بسیاری از شاهدان این دادگاه زنان و مردان بسیار شجاعی هستند که من شخصا در یک سال گذشته که در روند این برگزاری این دادگاه درگیر بودم، بارها بارها گریستم به شهادتشون، بارها بارها قبطه خوردم از شهامت و شجاعت اینها. برای اینکه خیلی از اونها میگن که ما احساس وظیفه میکنیم، در خیابون کنار ما آدمها رو کشتن، دوست منو کشتن یا خانواده جان باخته هستن و من باید بیام حقیقت رو بگم، من وظیفه دارم در قبال کسایی که کشته شدن و میخوام که اینجوری شهادت بدم. و من فکر میکنم که این وظیفه ما هست و وظیفه این دادگاه هست که به این شاهدان این امکان رو بدیم اونجوری که خودشون میخوان انتخاب بکنن و شهادت بدن. خانم صدر، سه روز از برگزاری این دادگاه گذشته، امروز شما که برگزار کننده دادگاه هستید و عضو هیئت برگزاری هستید، تا الان فکر میکنید که چقدر از اهدافی رو که داشتید تا همین الان برآورده شده؟ ببینید، من فکر میکنم که یکی از مهمترین نقش هایی که دادگاه های بین المللی مردمی دارن اینه که در خود اون کشورها توجه عمومی رو به یک مسئله جلب کنن. جنایت آبان جنایت گسترده‌ای بوده. بسیاری از مردم، هزاران نفر، شاید صدها هزار نفر از نزدیک شاهد اون جنایت بودن. اما ما نباید فراموش کنیم که در شهرهای بغل اون شهرهایی که داشتن آدم می‌کشتن ممکنه لزوماً اعتراضی نبوده یا کشتاری نبوده. بنابراین این که در سطح میلیونی داره اطلاع رسانی میشه و این وقایع این دادگاه به دقت از سوی میلیون‌ها نفر در ایران داره تعقیب میشه، به نظر من خودش یک گام بزرگیه در مورد جنبش دادخواهی، برای اینکه جنبش دادخواهی بر حقیقت و عدالت استواره و اون بخشی که مربوط به حقیقت در این دادگاه تا همین سه روز هم خیلی ما چیزهایی شنیدیم که امکان شنیدنشون بدون همین شجاعت و شهامت این شاهدان و اومدنشون روبروی این دادگاه ممکن نبود. در این حال من فکر میکنم که همونطور که امروز توی خبرها بود، واکنش جمهوری اسلامی به برگزاری این دادگاه نشون میده که تا چه حد مؤثر بود. معاون وزیر خارجه دیروز یک دیدار رسمی از پیش برنامه ریزی شده داشته در وزارت خارجه اینجا، همین چند قدمی این ساختمونی که ما درش هستیم، و در اونجا تهدید کرده و ابراز نگرانی و ناخرسندی کرده از اینکه این دادگاه بین‌المللی آبان داره اینجا تشکیل میشه و از مقامات انگلیسی خواسته که این دادگاه رو متوقف کنن. من فکر میکنم اینم نشون میده که این دادگاه دستاورد بزرگی تا حالا داشته و از این به بعد بیشتر از این خواهیم دید و خواهیم شنید. سپاسگزارم از شما خانم شادی صدر، از برگزار کنندگان دادگاه مردمی بین المللی آبان.